رهبر حزب چپگرای پودموس اسپانیا روز دوشنبه پس از دیدار دو ساعته با ماریانو راخوی نخست وزیر گفت که حزب مطبوعش حاضر نیست در اطلافی به رهبری حزب مردم شرکت یا به شکل غیر مستقیم با دادن رأی ممتنع در رأیگیری برای تعیین رهبری پارلمان از اطلاف با حزب مردم حمایت کند. پابلو ایگلسیاس رهبر حزب پودموس گفت آقای رخوی کاملا می داند که ما چه به شکل فعال و چه به شکل منفعل کار تشکیل دولتی را که او یا نامزد دیگری از حزب مردم تشکیل دهد تحصیل نخواهیم کرد. ما برای این به پارلمان اسپانیا نیامده ایم که درگیر بازی کرسی ها شویم یا به سازش های دست بزنیم که تاکنون مرسوم بوده. همه باید این را بدانند و از برگزاری انتخابات مجدد هم استقبال می کنیم. اما نیاز به گفتن نیست که در چنین انتخاباتی به احتمال زیاد ما برنده می شویم. حزب حاکم محافظه کار آقای رخوی توانست در انتخابات بیشترین کرسی ها را به دست آورد اما رأی کافی برای تشکیل دولت را کسب نکرد تنها گزینه موجود برای ماریانو رخوی این است که سوسیالیستا دست کم با دادن رأی ممتنع از او برای رهبری پارلمان حمایت کنند پدرو سانچز رهبر حزب کارگران سوسیالیست اسپانیا هم گفت موضع ما این است که اگر راخوی و حزب مردم نتوانند با تبادل نظر در این دوران جدید زمام امور را در دست بگیرند حزب سوسیالیست به مسئولیت قانونی خود در شکل دادن به دولتی جایگزین قاطعانه عمل خواهد کرد قرار است پارلمان جدید اسپانیا روز 13 ژانویه کار خود را آغاز کند چنانچه در ارز یک ماه حزب مردم نتواند با هیچ یک از احزاب دیگر وارد اعتلاف شود در اسپانیا مجددا انتخابات برگزار می